بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بینندگان عزیز، همراه باشید با خبرهای ساعت 13 از شبکه خبر. شمار شهدای حملات سحرگاه رژیم صهیونیستی به بسطاد در لبنان به 11 نفر افزایش یافته، ده ها تن هم زخمی شدند. شبکه 14 رژیم صهیونیستی اعلام کرد هدف از حمله به بسطاد یکی از فرماندهان برجسته حزب الله بوده. برخی از رسانه ها هم اعلام کردند در این حمله یکی از فرماندهان حزب الله به شهادت رسیده. منطقه بسطا یک منطقه مسکونی پرجمعیت و محل اسکان آوارگان لبنانی است. برخی منابع اعلام کردند که رژیم صهیونیستی در حملات سحرگاه امروز از بمب‌های سنگرشکن استفاده کرده و هدف یکی از مسئولان حزب الله بوده است. رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله هم از این نوع بمب‌ها استفاده کرده بود. حزب الله در بزرگترین حمله پهپادی به نظامیان صهیونیستی تجمعات این متجاوزان را در منطقه الخیام لبنان با 28 پهپاد تهاجمی هدف قرار داد. رزمندگان مقاومت یک تانک مرکاوای صهیونیست‌ها را هم منهدم و نظامیان صهیونیست را در محور خیام زمینگیر کردند. از آغاز تجاوز زمینی رژیم صهیونیستی به لبنان تا کنون مقاومت 51 تانک مرکاوا را منهدم کرده است. رسانه‌های عبری هم اعلام کردند حزب الله بامداد امروز حیفا و الکریوت را هدف حملات موشکی قرار داد. برخی شبکه‌های عبری هم تصاویری از شکست سامانه‌های پدافند هوایی رژیم صهیونیستی در مقابله با پهپادهای حزب الله و اصابت پهپادها به اراضی اشغالی منتشر کردند. حامیان فلسطین به علت مشارکت هلند در نسل‌کشی در غزه از این کشور به دادگاه لاهه شکایت کردند. حامیان فلسطین میگویند دولت هلند به علت فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی و ناتوانی در توقف نسل‌کشی غزه مسئول است. در این شکایت آمده دولت آمستردام با سکوت در برابر نقض حقوق مردم فلسطین به دست رژیم صهیونیستی قوانین بین‌المللی را نقض کرده. سازمان‌های حقوق بشری هم از دولت هلند خواستند به صادرات و انتقال سلاح و قطعات تسلیحاتی خود به فلسطین اشغالی پایان دهد. هلند اوایل امسال هم پس از یک شکایت مشابه به توقف صادرات قطعات هواپیمای جت جنگنده F-35 به فلسطین اشغالی مجبور شد. نخست وزیر ایرلند اعلام کرده اگر نتانیاهو و یوآف گالانت نخست وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی وارد خاک این کشور شوند بازداشت خواهند شد. سیمون هریس گفته ایرلند هم از حکم دیوان بین المللی کیفری تبعیت میکند. همچنین کولومبیا و کانادا هم امروز اعلام کردند از حکم بازداشت نتانیاهو تبعیت میکنند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین هم صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را لحظه‌ای مهم در تاریخ جهان توصیف کرد. تا کنون چندین کشور اعلام کردند از این حکم تبعیت می‌کنند. بر اساس حکم دیوان بین‌المللی کیفری 123 کشور عضو دیوان بین‌المللی کیفری وظیفه دارند گالانت و نتانیاهو را بازداشت کنند و برای محاکمه به دیوان تحویل دهند. در حمله موشکی گردان‌های قسام به تجمع نظامیان صهیونیست در شمال و جنوب نوار غزه چند نظامی به هلاکت رسیدند. هنوز تعداد نظامیان کشته شده اعلام نشده است. از آغاز حمله رژیم صهیونیستی به شمال غزه بیش از 30 نظامی صهیونیست به هلاکت رسیدند. خبرها از غزه از شهادت دست کم 38 فلسطینی در مناطق مختلف حکایت دارد. بیشتر شهدا زن و کودک هستند. همزمان دادستان دیوان کیفری بین المللی از کشورهای مختلف خواست تا در اجرای حکم دستگیری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآف گالانت وزیر دفاع سابق وی به علت ارتکاب جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت کمک کند. بارش برف در فرانسه بخشهایی از این کشور را در خاموشی فرو برده. تشکیل صف 300 کیلومتری خودروها خبری بود که رسانه‌های فرانسویان را منتشر کردند. برف ده‌ها هزار خودروی شخصی، کامیون و تریلی را در بزرگراه‌ها و معابر فرانسه متوقف کرد. 5000 کامیون نتوانستند بار خود را به مقصد برسانند. 270,000 خانه پنج شنبه شب برق نداشتند و جمعه هم برق 200,000 مشترک وصل نشد. برف و بوران با سرعت 130 کیلومتر در ساعت تعطیلی مدارس را در بخشهایی از فرانسه به دنبال داشت.
فرودگاه ها ده ها پرواز را لغو کردند یا به تأخیر انداختند. پرواز ما قرار بود 9 شب انجام بشه ولی گفتند بعد از نیمه شب. به هم ریخته است. نمیدونیم کی میتونیم حرکت کنیم. اول گفتن 20 دقیقه دیگه و الان میگن 1:30 صبح. قطار سری و سیر هم مشکل داره. تاکسی هم مشکل داره. ده ها فرانسوی بر اثر تصادف یا واژگونی خود رو زخمی و به بیمارستان منتقل شدند که حال شماری از آنها وخیم اعلام شده. حرکت کند خودروها در محورهای پاریس در برخی ساعات به 300 کیلومتر هم رسید. بارش برف که این روزهای سال در فرانسه نادر است از پنجشنبه آغاز و موجب لغزندگی معابر شد. برای امداد رسانی دیر رسیدیم. جاده خیلی لغزنده است. چطور میتونیم تصادفی ها رو منتقل کنیم؟ نمیشه تکون خورد. مقامات محلی در فرانسه از دیشب درباره پیامدهای بارش برف هشدار میدهند. مرکز و شمال فرانسه در وضع هشدار قرار دارد. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس. دو دانشجوی ایرانی بازداشت شده در کازان روسیه آزاد شدند. این را سرکنسول ایران در کازان در گفتگو با سفیر ایران در روسیه اعلام کرده. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در گفتگو با سرکنسول کشورمون در کازان از آخرین وضع رسیدگی به بدرفتاری با دانشجویان ایرانی در کازان جمهوری تاتارستان اطلاع یافته. آقای جلالی گفت مقام‌های مسئول روس اطمینان دادند با خاطیان این ماجرا برخورد کنند. پلیس این دو دانشجوی ایرانی را دیروز پس از بروز تنش میان دانشجویان در اداره تمدید روادید بازداشت کرده بود. صدر اعظم آلمان از کشورهای حامی اوکراین خواسته به مانند آلمان در حمایت نظامی از اوکراین جانب احتیاط را در پیش بگیرند. اولاف شولتز حمله روسیه به اوکراین با موشک‌های مافوق صوت را تشدید هولناک تنش توصیف کرده. این حمله دیروز با موشک بالستیک با برد 5000 کیلومتر و قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای صورت گرفته. مسکو این حمله را پاسخی به تنش‌زایی آمریکا و متحدان غربی اوکراین دانست و اعلام کرد واشنگتن پیام روسیه را در این حمله درک کرده است. محاکمه 47 عضو گروهی موسوم به یعنی دوغان به اتهام قتل نوزادان نارس و کلاهبرداری از نظام بیمه تامین اجتماعی ترکیه در استانبول همچنان ادامه دارد. متهمان این پرونده 350 نفر شاکی دارند. محاکمه ای جنجالی در دادگاه استانبول این روزها در رأس خبر رسانه‌های ترکیه. یک گروه 47 عضوی مشهور به باند یعنی دوغان به اتهام قتل نوزادان و کلاهبرداری از سیستم بیمه تامین اجتماعی ترکیه در شعبه دوم دادگاه کیفری استانبول زیر تیغ محاکمه قرار گرفتند. اعضای این باند متشکل از تعدادی پزشک، پرستار و کارمندان بیمارستان‌های خصوصی و کادر فوریت‌های پزشکی به قتل و ناقص شدن ده ها نوزاد و کلاهبرداری از بیمارستان های دولتی متهمند. معصوم بیبکلرین جنازه‌سی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که شخصا این پرونده را پیگیری می کند گفته است عاملان این وحشیگری به اشد مجازات خواهند رسید. بو جانیلرین بیر دا گن یوزو گرممسی چین. عاملان قتل این کودکان بیگناه همگی شناسایی و دستگیر شدند. روند محاکمه و مجازات این جنایتکاران بدون وقفه ادامه دارد و تا کنون 22 متهم روانه زندان شدند. کمال ممیشغلو وزیر بهداشت ترکیه گفت در ماجرای این پرونده مجوز برخی از بیمارستان‌های استانبول باطل شده است. فعالیت مراکز درمانی در استانبول و تکیرداغ که با اعضای این باند همکاری داشتند همگی به حالت تعلیق درآمدند. عملیات شناسایی گروه قاتل نوزادان در تاریخ 5 می 2023 آغاز و در 26 آوریل 2024 با بازداشت اعضای